ساله اخیر ما نداشتیم. چرا کم شده فوتبالیست؟ یعنی علتش مهاجرت یا چیه؟ فضای کمتری که به فوتبالیست ارامنه از خود نه از دوره شما بالاخره کم کم دیگه آخون من میتونم آخرین فوتبالیست ارامنه این خیلی اسم و رسم داره دیگه آندرانی فیلم بگیم. چرا علتش چیه؟ دقیقا هم اینجوریه. به هر حال تیموریان آخریش بود، ولی قبلش همونجوری که شما اشاره کردین بازیکن‌های زیادی تو رده‌های ملی داشتیم ما. خب من می‌گم شروع این مشکلات از زمانی شد که فوتبال ما حرفه‌ای شد، یک شبه حرفه‌ای شد و بدون بسترسازی، بدون اینکه حالا درآمدها مشخص بشه، هزینه‌ها مشخص بشه. اینه که تیم‌های مثل آراد خب زیاد داشتیم که تیم‌های خصوصی بودن و سازنده بودن. حالا استفهام می‌گیریم خیلی هستن، 5 6 تا شاید حالا همه تیمای سازنده یه دفعه جا مونده. آرات الان خب مشکلش دوچندان بود، چون به هر حال بحث محدودیت هم داشت دیگه، به لحاظ اینکه باید بازیکن‌ها ارامن مسیحی باشن و اینا. و آخرین دوره حضورش هم خوب لیگ دو من یادمه تو مرحله پلی آف توی یه مقطعی بودن، نمیدونم سال چند بود، حتی تو اون مرحله پلی آف که 6 تا بازی بود هم من کمکی اومدم. توی مقطعی بود که به لیگ، بین لیگ و لیگ مثلا امسال و لیگ سال آینده بود، هم من هم آقای بزیک، سرژیک تیموریان خدا روح شاد باشه، این دوستان اومدیم، آقا سروش بودن و بقیه اومدیم دوباره تیم رو آوردیم تو لیگ دو. بعد ما رفتیم، من رفتم دوباره پاس، آقای بزیک رفت سپاهان و اونجا یه دوباره ما یه کمکی کردیم، ولی حرفه‌ای که شد دیگه اصلا کلن همه چی به هم ریخت و خب اصلا نمیشه. ببین درآمدی نداره دیگه باشگاه، درسته الان خیلی هم میگن باشگاه داره جزو، واقعا هم اینجوری که از 50 سال قبل یه باشگاه واقعیه، چون همه رشته‌ها فعالیت دارن و امکاناتو داره، ولی نگهداری این امکانات خیلی هزینه‌اش سنگینه، فقط نگهداریش، حالا تیمداری و فوتبال و اینا که جای خود. و اینم بگم تو رده بسکتبال هم آراد همیشه مطرح بوده و بازیکن زیاد داده به تیم ملی، شما میدونید که چه تو رده آقایون، تو رده خانوما هم 3-4 دوره قهرمان سوپرلیگ ایران شدن همین مثلا 7-8 سال اخیر. دیگه چند سال پیش شنیدم که تلاش شد که احیا بشه آرارا، خودشون هم مصاحبه گفته بودیم، ولی این تقریبا 4-5 سال پیش بود که یه دوباره تیم جوان درست کردن، تو لیگ تهران بازی میکردن. به خاطر حالا هم به لحاظ مشکلات حالا همون مالی که گفتم، هم به لحاظ اینکه نیروی انسانی، و یکی دو دوره شرکت کردن. آخرین دورش هم قبل کرونا بود که ما به عنوان داوطلب و کمکی من آقای سروج ابراهیمی بودن تو هیئت مدیره، قرار به عنوان مشاور کمکشون میکردیم. تیمی هم که تشکیل شد، فراخانی که داده شد، کلن 23 تا بازیکنی که بودن 19 تاشون زیر 18 سال و 19 سال بودن، خیلی جوان بودن. شروع کرد ادامه دادن بازی کردن، ولی خب به کرونا که خورد دوباره این تموم شد. بعد کرونا دوباره همون داستان ها، همه رفتن دنبال زندگیشون و هم نیرو نیست، هم خب مشکلات دیگه. مشکلات آرارات برمیگرده به اولین چیز که الان بازیکن خیلی کم داریم. بازیکن هستن، نوجوانان، جوانان. خودم یه دوره جوانان مربیگری جوانان آرارات داشتم و اینا. یه مشکلات اصلیش مالیه. که نمیتونه تیم داری کنه. الان این شرایط هر تیمی که مشکل مالی داشته باشه نمیتونه، و بازیکن هم 100% باید ارمنی یا مسیحی باشه. یه مشکل دیگه هم اینه که از قدیم هم بوده، الان بازیکن آنچنانی نداریم در سطح اول فوتبال ایران. قبلنا داشتیم یه دوره‌ای که خودمونم بازی میکردیم، دوره سال مثلا 1370، اون دوره‌ای که آرارات تیم آرارات قوی‌ترین تیم اون دوره بود و اینا، بازیکن خوبی داشتیم. اما به مرور زمان کوچ کردن بازیکن‌ها به بیرون از کشور ارمنستان، الان نیستن، بازیکنی در اون حد نداریم و مشکلات اصلیش هم مالیه. و این کرونا هم که بیماری کرونا تو این دو سال خیلی تاثیر گذاشت واسه باشگاه آرارات. خب حالا اینکه
خب این از بیو بالاخره اسپانسر الان خیلی مدام مثلا همین بالاخره نساجی الان با ماهیتی که قبلا داشته یکی نیست که اسپانسری اومده از بیرون بالاخره داره تبلیغات خودش رو می‌کنه نمی‌گم سود زیادی داره ولی اومده اومد تیم احیا شد الان مشکل شما بیشتر از اینکه مالی باشه از نظر منابع انسانی نیسته منابع انسانی همونو گفتم دیگه منابع انسانی هستن اول اگه بخوام تیم داری کنم باز میتونیم جمع کنیم باز هستن جوانایی که الان دارن کار میکنن تیم‌های دیگه دارن. و یه مشکلی قدیما زمینای خاکی بود زمینا مثل زمین رافی بود جمع می‌شدن اونجا الان اون چیزا هم نیست نمیدونم مدارس بود اونجا جمع می‌شدن بازیکن اون چیزا الان ضعف اصلیمون همون نیرو انسانیه بازیکن نیست که بتونیم جمع کنیم باز بگم مشکل مالی آراد برطرف بشه بتونم کمکی کنم حالا یک اسپانسری بیاد واسه اون باشگاه میتونیم نفرات رو جمع کنیم هم از بیرون بیاد ارمنستان میتونیم نفر بگیریم از جای دیگه میتونیم یه تیم نمیگم در سطح اول میتونیم واسه مثلا دست دو یه تیمی درست باشه یعنی هست که همه خاطر دارم من یه چیزی میتونم اضافه کنم ببینین الان شما تو سطح لیگ برتر هم نگاه کنید حتی لیگی که جای لیگ برتر هم الان خیلی از باشگاه مشکلات مالی دارن یعنی چیزی که شما فرمودین اسپانسر مثلا نسا استثنان اینا خیلی تیما هنوز این مشکل رو دارم و مشکل اصلیش هم به نظرم باز مالیه چون مثلا محدودیت خب الان شما بگین مثلا اجازه بدن غیر مسیح هم بیاد ولی وقتی مالی اصلا شما بودجه ای نداشته باشید چجوری میخواید تیم داری کنید پس مشکل اصلی اول بحث مالیه نمیشه مثلا آکادمی مثلا مثل مدیریش الان نتی مهتریجه فعال کرد میشه خیلی بازی به دارم میکنه ولی تیمش الان اومده توی نوجوانان داره قهرمان میشه تو تهران نمیشه تهران این آقای اسپانسری بینه ببینیم اینم اضافه کنیم همسال آقای هاکوپیان و خیلی ها بودن قبلا اومدن ولی اینه که اصلا خودت پیش که ساعت هم شاید بتونم برای یه سال یه کمکی بکنم ولی نمیشه ادامه داد اینجوری یعنی با کمک‌های شخصی نمیشه تیمو ادامه داد چون یه جا به مشکل می‌خوریم بعد اون موقع دوباره این همه شما پایه رو گذاشتین آوردین بالا دوباره تیم میذاره پخش میشه یه موقع داشتیم کار می‌کردیم دیگه یعنی خود آقای ادموند بزیک بودن ماسی ساکوپیان بودن از رده نوجوانان داشتم کار می‌کردن در یه مقطعی که در سطح باشگاه تهران هم قهرمان شدن اومدن اما یک دفعه نمیدونم چی شد دیگه نشد یعنی همون مشکلات مالی گریبانگیر آراد شد حالا ما تو مثلا سطحی که لیگ برتر هم بازی کنی که مثلا مسیری آرامون داشته ما اونجوری نمیدیم نیست دیگه قد شده دیگه قد شد دیگه چون از پایش آراد بود دیگه ما هممون از آراد شروع کردیم از زمین‌های خاکی بعدش اومدیم آراد اون سالی که تیممون خوب بود ما از نوجوانان با هم بازی کردیم ادموند بزیک بود آقای فرید ملکیان بودن سرجیک تمیگیان خدا بیامرز برادر آندو بودن بودیم 5 6 تا خوب بودیم که همینجور بازی کردیم از نوجوانان اومدیم بالا تو جوانان ما اون سال یادمه هم جوانان بازی میکردیم بعد اومدیم امید هم امید بودیم هم بزرگا در رد در دو رده بازی میکردیم هم تیمش هم اون موقع آقای حبیبی آره یادی هم کنیم از آقای ان شاء الله سلامتیشو به دست بیاره یادی هم کنیم ازش اون تیم خوب چیده بود یعنی 10 سال چشم بسته هم دیگه رو میشناختیم الان دیگه نیستن که بخوان در سطح آخرین بازیکنی هم که در سطح اول فوتبال ایران بازی کرد آقای تیموریان بود دیگه اون بود دیگه بعد اون نداشتیم جا داره چون اینجا بگم واقعا توقعمون نه این حرفی که حالا حرف ارامنه است فقط حرفمون توقعمون اینه که مثلا وزارت ورزش و بقیه ارگان‌ها خب آراد یه ذره بیشتر حمایت میکردن از لحاظه حالا مالی شد میگم خدمتتون حالا تو مقاطع مختلف شده ولی اونجوری نبوده که مثلا حالا حمایت های خوبی بشه بتونه دوباره پا بگیره فوتبال چون به هر حال اگه آراد قوی بشه یه قطب به هر حال تماشاچی که داره و میتونه دوباره به تیم ملی کمک کنه ببینید فوتبالیستای اسم و رسم داری که حالا از شما سه نفر اولتون ببینید بازیکنهای خوب خیلی داشتیم که مثلا من خودم یادم نمیاد یا بچه بودم یا خاصا خیلی کوچیک بودم ولی مثلا از زمان حالا آقای کارو اقوردیان یادمه که واقعا از هر کم میپرسی از اون قدیمی ها میگم واقعا اصلا یه عجوبه بود و
هم لحاظ اخلاقی هم فوتبالی، هم آقای آندرانیک اسکندریان و حالا مقاطع مختلف هم داشتیم دیگه. خب به نظرم آقای وازگین سفریان هم توی مقطعی خیلی خوب بودن، تو اوجشون تیم پرسپولیس هم بودن اگه یادتون باشه، یعنی من خودم یادم بازیاشون آقای وازگین و آندرانیک اسکندریان رو یادم، آقای اقوردیان کمتر. البته تو نسل جدیدم خب طبیعتاً آقای تیموریان هم به لحاظ فوتبالی و هم به لحاظ تداومی که داشتن تو جام جهانی هم بازی کردن،